انتشار یک راهبرد دفاع دریایی تازه از سوی چین در روز سهشنبه و برگزاری یک جشن بزرگ برای دو فانوس دریایی تازه ساز این کشور در آبهای مورد مناقشه دریای جنوبی چین سبب افزایش نگرانی های کشورهای همسایه در این دریا شده است. جمهوری خلق چین تقریبا بر کل این دریا و کشورهای ویتنام، فیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان هر یک بر بخشهایی از آن ادعای مالکیت دارند. همچنین این کشورها بر سر جزایر غنی از نفت و گاز اسپراتلی و پارسل اختلاف دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: <applause> چین در ساختن فانوس های دریایی بر روی آفسنگ های هیوانگ و شیگوا در جزایر اسپارتلی وظایف و مسئولیت های بین المللی مهمی را بر عهده گرفته است این فانوس های دریایی در آینده کشتیرانی مطمئن تر را فراهم کرده و برای کشتی های این منطقه خدمات امدادی فراهم می کنند که سبب بهبودی امنیت کشتیرانی در دریای جنوبی چین می شود چین در گام بعدی خود به منظور بهتر کردن خدمت به کشورهای حاشیه این دریا و به وسایل نقلیه کشورهای دیگر که از این دریا می گذرند به ساختن دیگر تسهیلات شهری ادامه خواهد داد. وزیر دفاع فیلیپین از ایالات متحده خواست که متحد خود را در زمینه تحولات اخیر در دریای جنوبی چین یاری کند.